از این لحظه بازی آغاز میشه. سرخپوشای ویتنام آغاز کننده بازی در سمت چپ در برابر دست تیم امید کشورمون اولمپیک تیم این ASIAD گیمز 2014 انجن کوریا گروپ H ببینیم مستقیم اولمپیک ویتنام فاینلی استند ات فرست پوزیشن این گروپ H مرحله صدری توپو در اختیار میگیره. Việt Nam có chiến thắng vang dội trước Olympic Ý Giang trong khuôn khổ vòng bảng ASEAN 2014 tại Incheon, Hàn Quốc. Ghi bàn Huy Toàn phút thứ 24, Hồng Quân phút thứ 28, Phi Sơn phút thứ 69, Hoàng Thịnh phút thứ 82, Mo San Man Benan từ phút 65. به تعادل کشیده میشه. یه توپ ربایی. حالا موقعیت برای تیم ویتنام روی دروازه ما. یه سر توپ چه فرصتی برای ویتنام است. توی دروازه. دروازه ما به همین راحتی باز میشه. چقدر خوشحال هستن بازیکن‌های ویتنام. با مرور میکنه. چه سر توپی میخوره اینجا دانشگر. بازیکن ریزنقش ویتنامی ها. آی دروازه رو باز میکنه. می دانانگ بازی میکنه در ویتنام. یه سر توپ دیگه. چقدر راحت بچهای ما جا میمونن. چقدر بد در خط دفاعی ما عمل میکنه و باز هم دروازه ما باز میشه. نتیجه باور نکردنی و بخت و حیرت برای خود ویتنامی هایی که همچین نتیجه ای رو باور نداشت. چهار در برابر دو. خانزاده و پورعلی گنجی اینجا جا میمونند. کاریم دست صدقی بر نمیاد و باید هم اینطور خوشحال باشه. تعویض در تیم ما انجام میشه. یه فرصت. یعقوب کریمی به میدان اومد. هنوز به شکل جدی دروازه ویتنام تهدید نشده. اگر ما در این لحظات بتونیم به گل برسیم نیمه دوم بهتر برای ما دنبال خواهد شد. جدی ترین موقعیت حالا تو این صحنه رقم میخوره روی دروازه ویتنام. اگر به ویتنامی ها بگیم که پایان بازی در این بازی برگردن میتونه حکم قهرمانی اونها رو داشته باشه، چون همینجا هم میتونن خیلی افتخار بکنن به تیمشون. شروع خوب بچه های ما. ضربه قشنگ و عکس العمل تران که اجازه نمیده یعقوب کریمی دروازه رو باز بکنه. انتظار این حملات رو نداریم. ضربه سر شیرجه‌ای. دو سه لایه کار دفاعی رو تیم ویتنام داره انجام میده. حرکت انفرادی کریمی. آفساید نیست. یه فرصت. پاس رو به جلو. باز هم دروازه‌بان موفق ویتنام ارتباط رو قطع میکنه و اجازه نمیده که کابر رضایی پایه‌گذار گل بشه. یک در برابر دو. پاس رو به جلو. آفساید نیست. یه موقعیت دروازه ویتنام و توپی که به بیرون میره. توپ خیلی جلو انداخت کابر رضایی. کریمی نگاه میکنه. حالا پاس رو به جلو. فرصت برای باز شدن دروازه ویتنام. یه حرکت در اوم. آفساید نیست. موقع تک به تک. دروازه که اونجا میره تهدید بشه و داوری که به نظر نقطه پنالتی رو نشون میده. محسن مسلمان دقیقا میبینه حرکت شریفی رو. اگر به سمت دروازه بود تو و حرکت شریفی، حالا این دروازه مان اخراج شده. داوری که دقیقا صحنه رو نظر میگیره. مسلمان و توی دروازه. توی دروازه. حالا اختلاف کم میشه. با یه گل اختلاف ما عقب هستیم و زمان زیادی هم باقی مونده. 25 دقیقه حداقل تا پایان زمان است برای جبران و اینکه ما حتی بتونیم تیم ویتنام رو شکست بدیم در اولین دیدار. شروع غیر رسمی رقابت‌های بازی‌های آسیایی اینچئون در رشته فوتبال.
برخلاف جهت تران، محسن مسلمان توپ توی دروازه قرار میده. دانشگاه بیرون رفته. یه فرصت حالا برای تیم ویتنام و باز هم باز شده دروازه تیم امید ایران. یه پاس خوب، موقعیت برای اینکه باز هم به گل برسیم. چیره دروازه، یه فرصت عالی گلزنی. توپ در این صحنه هم به بیرون میره روی ضربه برگردونی که این بار شریفی میزنه. کار خیلی سخته در این روی خط 6 قدم دیگه. این تصویر گویه همه چیز هست. یه بازیکن باهوش ولی راحت میتونه دروازه رو تو این صحنه باز بکنه که امیدوار هستیم بچه‌های ما این اجازه رو ندن به بازیکن‌های ویتنام و نگذارن برای بار چهارم دروازه ما باز بشه. حالا برای خیلی ضربه زده میشه و توی دروازه. این گل چهارم رو میزن. یه توپ راحت، یه خطای مفت و مسلم به ویتنام و توپی که اینطوری توی دروازه ما قرار میده.